آقا سلام این قسمت از Cosmic کانکشنز خیلی خیلی مورد علاقه خودمه یه مهمون خفن رفیق خفن آوردم اینجا براتون کاپتان عزیزمون سامان گل چه خبر آقا خوش اومدی سلام کامبی جان خیلی خوشحالم که بعد از کلی بدقولی گیر انداختم طولانی مدت بالاخره تونستیم که با همین برنامه رو که خیلی وقت تو فکرش بودیم داشته باشیم دیگه چند روز پیش که به مسیج دادم گفتم میام دیگه گفتم اگر دیگه این سری به نتونم بیام دیگه سه چهار روز دیگه بلاکت احساس احساسم همین بود احساس میکردم دیگه یواش یواش دارم محو میشم میخواستم دیگه سوار ایرلاینتون نشم با آقا شالم که امروز میتونیم با هم دیگه گپ و خلبانی بزنیم فدات شم همه میدونن کسایی که این برنامه رو میبینن اینستاگرام رو منو دارن میدونن که من چقدر عشق پروازم چقدر هواپیما دوست دارم و دیگه کی بهتر از تو برام <مص fingers> کی واقعا بهتر از تو میتونه تو این برنامه به اون کمک کنه من خیلی خوشحالم که با تو رفیقم در در اول افتخاری واقعا قربان حالا کاهش کاپتان ایرانی زیاد توی همه جای دنیا هست ولی من تو خیلی دوست دارم چون رفیق منم هستین را آقا اول شروع کنیم اینطوری که سامان یه توضیح از خودت بده تو چه لولی هستی چیکار داری میکنی اگر دوست داری بگو تو چه ایرلاینی هستی یا یه توضیح کلی از خودت بده که کسایی که تو برنامه ببینن ام. اوکی حالا جالب من فکر می‌کنم خودش شاید جالب‌تر باشه که خب اگه بخوام از خودم بگم خود برگردیم عقب خب تقریبا من از سن 18 سالگی شروع کردم به در واقع دوره خلبانی رو گذروندم اون موقع خب برای گرفتن لایسنس خلبانی من کانادا رفته بودم بعد ام. که در واقع لایسنس گرفتم برگشتم به ایران و از به 11 سال تو ایران پرواز میکردم و میشه بگی کدوم ایلان؟ آره برای ایرانر پرواز میکردم بحبه بحبه. و بعدشم الان نزدیک به پنج ساله که اومدم خب ترکیه و برای ترکیش ایلان دارم پرواز میکنم به تقریبا نزدیک به 15 ساله که از شروع 15 ساله که پرواز آره عنوان خلبان بازرگانی یا تجاری که میگیم دارم انجام در... میدم آقا همین اول اولین اول سوال بذار شروع کنم اینو همه قاطی میکنن این لایسنسی که شما داری اسمش چیه؟ لایسنس ما خ... میشه ببین ایرلاین، ترانسپورت پایل لایسنس یعنی میشه خلبان بازرگانی تجاری میدونی چرا پرسیدم آره چون میگن سی ال داریم پی داریم شما چی آره. داریم ببین همه هم اینا از هم از واقع شروع میکنه همش رو میگیری یعنی یه خلبان با پرایوت لایسنس شروع میکنه که خب اون پرایوت لایسنس میتونه شما بگیری و خودت به عنوان یک کسی که علاقه مندی که بهش میگن پی پی آره مخفف پی پی ال لایسنس شخصی خلبان شخصی میشه که راحت تر هم هست امکان پذیر برای اکثر محبه. آره ام... امکان پذیر کوتاه و خب شما فقط برای هواپیماهای سبک و در واقع سینگل انجینی که ما میگیم میتونی ازش استفاده کنی بعدش که دوره شما میخوای به عنوان خلبان بازرگانی تجاری کار مسافری در واقع در مسافری شغل داشته باشی بعد خلبان تجاری بشی بعد اون موقع کامرشیال پایل لایسنس که میگیم سی پی میاد و بعد از اینکه شما خب یک سابقه و یک تجربه هایی رو که تو پرواز به دست بیاری میتونی به آخرین مدرکش در واقع ای تی پی هست که میشه ایرلاین ترانسپورت پایل لایسنس رو میگیری مهم. که دیگه اون موقع میتونی به عنوان در واقع فرمانده کپتن و یا کاپیتانی که حالا میگی میتونه در واقع کسی فعالیت داشته باشه این مراحل و پروسه که یک خلبان در واقع در قسمت تجاری خلبان مسافربری باید بگذرونن تا بتونن در واقع مرسی خیلی توضیح خوب خوب خوب. کار بشن پس تو ما الان چون میدونیم که توی ترکیش ایرلاین هستی من چند تا سوال از خودتو دارم که میدونم خیلی هم این سوالشون هستش تو جدیدا هم یه آپگریدی شدی توی کارت خب آلی. من اتفاقا میدونی که یکی از سوالایی که امروز ازت میخواستم بپرسم در مورد یکی از این واجه هایی که توی ایران خیلی استفاده میشه و من میدونم که خیلی از حالا شاید تو نه هرس میخورن از این واژه خب حقم دارن <laughs> خب ما واژه‌ای داریم به اسم توی اصطلاح عمومی اسم کمک خلبان خب خیلی هم عرفه من فکر کنم 90 99 درصد مردم همیشه از کلمه کمک خلبان استفاده میکنن و میدونم که خود خلبانای گاردین نسبت به این قضیه دارن من این ریاکشن رو زیاد تو اینستاگرامم دیدم داستان چیه چرا کمک خلبان نه ببین در واقع یک به نظرم دوبله غلط از یک کلمه انگلیسی بوده آفرین ببین قشنگ گفته خب ببین در واقع واژه‌ای که ما ترجمه کردیم بیزینس و یا این صنعت که مال ما نبوده ما از کلماتش استفاده میکنیم از واژهاش استفاده میکنیم خب در واقع پایلت و کوپایلت داشتیم ما امه. یا مثلا ما میگیم کو مثلا کالیگزای دیگه یعنی آره. همکار خب. دقیقا. در ترجمه لغوی این ممانه کمک اومده استفاده بشه حالا در واقع پایلت و کوپایلت هر دوشون خلبانن هر دوشون حتی باید تو باشن <applause> هر دوشون تجربه های زیادی هم میتونن داشته باشن ولی خب توی یک گروه پروازی یه نفر در واقع لیدر میشه که اون حالا کپتن اون پرواز حساب میشه یا فرمانده چپ ما میگیم می کامندر به مثلا دوبله کامندر خوبه فرمانده منظور رو میرسونه ولی که سمت چپ میشینه. حتی لزوما سمت چپ نمیشه. یعنی بعضی وقتا پروازایی یعنی که مثلا آموزشیه، آن ما داریم در مورد پرواز تجاری آد... صحبت آره پرواز کلی صحبت میکنیم سمت چپ میشینه و اون شخصی که در واقع کوپایلته درسته و در واقع داره همکار میشه همکار اون خلبان میشه که با باش... سمت که بهش فرست آفیسر هم میگیم که فرست آفیسر حالا فرست آفیسر خود کلمه فنیه یعنی کسایی که خیلی به ایویشن علاقه دارن منظور رو میدونن مثل کامبیز عزیز شاید لغت خیلی عمومی نیست که بگیم که مثلا بگی فرس آفیسر دوبلش هم میشه افسر اول خب خیلی دیگه کسی نظامی شد نظامی شد <تصفح> آره و سرمی یه ترمیه که بیشتر توی خود ایویشن استفاده میشه در واقع پایلت کو پایلت معنی لغویش بوده الان البته خیلی سال هاست حتی تو ایران هم لغت رو داریم اصلاح میکنیم خلبان اول و خلبان دوم آفرین من همین میخوام جمع کنم این درسته رفقا اون دو نفری که اونجا میبینید جفتشون تحصیل کرده این کارم با تجربه این کاران یکیشون کامندره یعنی فرمان دست اونه و خب این بعدا اون فرست آفیسر یا کوپایلت تبدیل میشه به خودش به کاماندر توی ساعت پروازی بالاتر ولی به هر حال حالا این چیزی که لغویه و بعضی وقتا شوخی میشه مثلا بعضی وقتا خود ما میپرسیدن مثلا میگفتن شما خلبانی یا کمک خلبانی <applause> خب در شدی ای که خب این لغت واقعا فرقی نمیکنه هر دو نفر خلبان هم کسی که تجربه بیشتری داره یا تو اون شرکت زودتر بوده اون مدارج رو گذرونده نوبتش بوده به درجه فرماندهی یا کامندری رسیده بوده و اون در واقع خلبان دوم پرواز هم بعضا حتی داریم تو ایرلاین که به توی کشورهای مثلا اروپایی امریکایی که آدما شرکت عوض میکنن میدونی شما شرکت رو عوض میکنی توی شرکت دیگه به عنوان کارمند جدیدی با اینکه سابقه پروازی حتی بیشتر از فرمانده میتونی داشته باشی فرمانده اون پرواز ولی تو دارید مثلا به عنوان خلبان شباب. دوم انجام میدی لزوما به این معنی نیست که کسی که خلبان دومه حتما تجربهش کمتر از خلبان اول باشه ولی خب یه تیم مثل یه تیم فوتبال میمونه دیگه یه تیم بس. بالاخره یه کاپیتان خب این که از سال اول خیلی ها اینو اشتباه میکردن من شروع کنم سوال دوم ازت میپرسم هواپیما نسبت به بقیه وسایل نقلیه مسافرتی داریم صحبت میکنیم چقدر خطرناکتره اصلا هست یا نه چون میدونی که یه سری آدمها فوبیای پرواز دارن و این فوبیا از کجا سرچشمه میگیره بیشتر از اینجا که از حوادث هوایی میترسن این آدما خب در حالی که من طبق تحقیقاتی که دارم فکر میکنم سیف در این راه مسافرت هم هست به نوعی جالبه بگم خیلی میگن که به خاطر سوانه هوایی ما پرواز ترسیدیم. خو. ولی کسایی که ترس از پرواز دارن ترس از ارتفاع دارن آها یعنی شما ببرینشون بالا پشت بوم بازم میترسن بگو راه برم بازم احساس ترس دارم بالا نردبون بگیم یه لامپ عوض کنم بازم ترس دارم 90 درصد کسایی که ترس از پرواز دارن ترس از ارتفاع دارن بله حالا ممکنه تعداد خیلی کمی توی پروازایی بودن که مثلا تکون شدیدتری داشته و براشون یک خاطره و یک ترس بدتری رو تو ذهن گذاشته ولی معمولا کسایی که ترس از ارتفاع دارم حالا اگه به سوالمون برسیم جوابش. به سوالمون آره ببین هر کاری تو زندگی ریسک داره به نظرم یعنی دو شما دو. اصلا وسیله نقلیه رو فراموش کن پیاده از این ور خیابون بخوای بری اون ور خیابون همیشه بتنیزم. ریسک داره خب ولی حالا ما این ریسک رو باید ببینیم که چقدر هست درصد و آمار جابجایی مثلا پرواز ها رو آدم هایی که جابجا میشن با سوانهش رو با حمل نقل زمینی که مقایسه میکنی خیلی 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 امتر است. حمل و نقل زمینیه ولی حالا چرا توی مدیا این احساس داده نمیشه به مردم در واقع چون سانه هوایی اتفاق خیلی بزرگه و سری اخبارش سری اخبار میره میتونه جذابیت خبری داشته باشه سالها در مورد یک اتفاق صحبت میشن داشتار پیچیدگی های اتفاق هست ولی شما ایجاق نمیشنوین مثلا اخبار ساعت نوی شب میگه یه پرای چپ. یه پرای چپ کرد و یه نفر مثلا فوت کرد حتی, حتی دیگه الان توی مثلا دیدی تو... اصلا ما این پراید جوکه برامون دیگه یه آره. شوخی کنم با پراید جوک من در شرطی که ولی یک اتفاق سانه هوایی بیفته تاثیرات بزرگی داره تاثیرات اقتصادی میتونه بذاره تاثیرات سیاسی پس همین بلده ولی لحاظ امنیتی درصد باید بگیریم وقتی میخوام در مورد ریسکشی صحبت کنیم چه مقدار آدم جا به جا شدن چقدر اتفاق افتاده و تو زمین و وسایل هم رو نقل زمینی چه اتفاق من هر سوال رو تهش جنبندی کلی میکنم جنبندی این سوال این بود که اینطوری نیست و در واقع یکی از سیف ترین یا شاید هم سیف ترین راه یه اتفاقی هم که کامیز اضافه کنم بهش توی هواپیما شاید دونستنش برای آدم اینکه که ترس از پرواز دارن جالب باشه به شما تو ماشین اگر موتور ماشین توش کار نکنه دیگه وایستدید درسته یکی از لاستیکاتون نمیدونم یه لاین ترمزتون هر چیزی هواپیما جوری طراحی شده که هر سیستمش هر قسمتش بکاپ داره بله حالا حتی کلمش روی داندنسیه از... نمیدونم حالا حتی بعضی از قسمت ها سه تا بکاپ هم میتونه سه تا داشته باشه بسید که در واقع بزرگی هواپیما دیزاین ما, هواپی ما تو مسائل فضایی هم این داستان رو داریم بخاطر آره. اینکه مستقیما با جون آدما در ارتباطه. در یعنی این شکلی نیست که اگه یک اتفاق برای هواپیما بیفته خلالی بخواد توی در سیف بودنش اتفاق بفته و همین هواپیما رو امن کرده. امن کرده شاید سفرش رو گرانتر کرده و اون دیوایسی که حالا تولزی که هست به عنوان هواپیما یک وسیله گران قیمت الان که اصلا تو گرونیش هم جای ساعت هست به خاطر اینکه بنزین انقدر گرون شده که حتی یه به نوعی ارزون تر هم هست خیلی, خیلی عالی دم. شده آره آقا هواپیماهای کوچیک‌تر خطرناکن یا هواپیماهای بزرگتر این یه چیزیه که یه اشتباه عمومی که اصولا پیش میاد اینو میخوام از دهنه خلبان بشنوید ببین این سوالو فکر کنم مثلا بعد بگیم که مثلا ماشین هاچپک خطرناکتر یا SUV. بی وال بود تموم شد و رفت آره فکر کنم اینجوری دیگه آره دیگه تو لنکروزر چقدر شما ممکنه درصد خطا تو یا مثلا یه دونه هاچپک مثلا مینی کوپر در حالی که میدونین همیشه برعکس احساس میشه همیشه فکر کنم این پرایوت جت خیلی سیف داره آخ خوش حال اونایی که با پرایوت جت, جت میرن در حالی که اینجوری نیست واقعا یه میشه خیلی خلاصه بگی به چه دلیلی ببین هواپیما برای اینکه در واقع قابلیت پرواز رو داشته باشه یعنی از روز اول که طراحی میشه بعد در واقع وارد تستای پروازی میشه یه سری قوانین قوانین نظارتی داره درست. مثلا حالا شرکتی که تو امریکا هستن اف ای در واقع اداره فدرال هوانوردیشون میشه نظارت میکنه بهشون که هواپیما طبق قوانین ساخته میشه تست فلایت میشن و مجوز پرواز رو در واقع دریافت میکنن نمیشه اصلا یعنی سایز و ابعاد هیچ وقت تعیین کننده اینکه که هواپیما امنه یا امن نیست باشه مثلا میگم دقیقا حالا ماشین رو مثال زدیم بزن خونه رو مثال بزنیم مگه توی ساختمون خونه یه خوابه بخونه پنج خوابه در مقابل زلزله فرقی میخواد بکنه نه دقیقا درست میدونی مثال این شکلی اگه بزنیم ابعادش فرق خونه اگر استاندار ساخته شده باشه در واقع مشکلی نداره هواپیما همینه دیگه هواپیما برای ساخته شدنش اون قوانینه هست شرکت هایی هستن که در واقع مهندسیش طراحاش به نتیجه رسیدن در واقع تست میشن و بدون شک فرق فرقی نداره خب خیلی هم عالی خب دمت گرم آقا این سوال بعدی هم میتونه جالب باشه چه چیزایی هست که مردم عادی میخوام اینجوری بپرسم ازت موقع سوار شدن به هواپیما اصلا در موردش فکری ندارم ولی دغدغه یه خلبان هست خب به هر حال شما اون لحظه ای که داری پر... پریپریشن و آمادگی رو انجام میدید برای تیکاف و پرواز یه سری چیزا رو دارید بررسی میکنید که اون مسافری که داره از اون پله میره بالا اصلا بهش فکر نمیکنه میخوام اینم از این موردها چیزی داری تو ذهنت بتونی به اون بگی ببین قطعا که این اتفاقا هست چون مردم عادی معمولا هم فکر میکنن که زودتر برسیم به مقصد حالا توریستی کنار, شی... کنار پنجره بشینیم یا نشیم. کنار پنجره آره برسیم زودتر هتلمون رو بریم یا به ترافیک نخوریم میخوایم بریم خونه خب این که ما هست در فکر میکنیم بهش و شاید مسافر فکر نکنه خیلی چیزا میتونه باشه که مثلا و حضور ذهن داشته باشم ولی یه مثال سادش مسافر مثلا فکر کنیم پرواز پنج ساعته و مسافر ما قبل سوار شدن داره با موبایلش هوا رو هم چک میکنه مثلا میبینه هوای مقصدش آفتابی 12 درجه میگه چه هوای خوبی ولی ما میدونیم که پیشبینی بینی هوامون اینه که ساعتی که ما میرسیم به اونجا مثلا یه جبهه هوایی میاد تگرگ قراره بیاد و ممکنه شاید دید بیاد پای ما نتونیم بشه خب ما اینو اون لحظه که با مسافر در واقع شیر نمی کنیم این سرده سرده. ولی تو ذهن ما هست به ما بیسان اون که ممکنه نشینیم اونجا برنامه ریزی پروازمون رو داریم و یا هر اتفاقاتی از این چیزا زیاده حالا می‌خواد یه چیزی فکر کنم بزاخت اصلا بزاخت اینا رو که داری میگی من هی میخوام توی این جوابات پرانتز باز کنم و سوال جدید ایجاد بکنم توی چه شرایط آب و هوایی ما بیشتری مشکل لندینگ داریم حالا که این صحبت شد ببین خلاصش اینه که برای در واقع لندینگمون نمیتونیم فقط یک پدیده هوایی رو بگیم هر کدوم از پدیده های هواشناسی یک محدودیتی میتونه برای تو ایجاد کنه کدوم از, از بدتره ببین معمولا کدومش نیست مجموعه با هما بعضی دست به دست هم یعنی چه اتفاقی افتاده بارون برف اومده ممکنه سطح رانوی لغزنده تره همزمان باد شدیدی هم داری که باد جانبی حالا کراسوین کراسوین میگیم آره خب بخ... من اون در واقع کنترل هواپیما رو روی زمین سختتر میکنه زمینمون هم لغزنده تره یعنی معمولا چه شرایطی بدتره معمولا میشه یک در واقع فاکتور همزمان دخیل میشه یا ویزیبیلیتون انقدر کمه که دیگه نمیتونید یعنی ب... ببین الان هواپیماهای جدید و اپراتورهای جدید تو حتی با در واقع بدون دید میتونن بشینن آره خب این ریسک می‌کنن ریسکی نداره قانونش آره ببین ولی پیش نیاز داره هواپیما داره خلبان با آموزشش دیده باشه فرودگاهی که مقصد میریم امکاناتش رو داشته باشه و اون شرایط رو که بخوایم تو اون شرایط در واقع داریم از عملیات پرواز رو انجام بدیم و حیا باشه انجام میشه چه با نمک برای خود تو کدومش بیشتر چالنجینگه حالا اینو کلی پرسیدم تو کدومو بیشتر حال نمی‌کنیم یا داریم می‌ریم اونجا تگرگ نباشه سوال یکم دیگه خودمونیه ببین حال نمیکنی کلا ترجیح همیشه آفتابی باشه دیگه همه <applause> 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 ببین کدومش واقعیت اینه که نمیدونم حالا نه برای نظر شخصی میکن برای همه خلبانایی که این کارو انجام میدن این هستش خیلی برای ما اون فاکتور واقعا فرق نمیکنه آها یعنی از توی یک رده واقعا آره، تو تو یه رده هست چون به هر حال میدونی برای ما اون نتیجه نهایی که باید پرواز سیف انجام بشه مهمه و هر کدوم از اونها اگر بخواد در واقع اون رو بخ... مخاطره به مخاطره بندازه برای ما اهمیتش یکسانه درست سوال بعدی این که رو این کاری که مسافرا انجام میدن ولی خودشون نمیدونن که این کار اینقدر بر رومخه مخه برای خلبان خلبانا خلبان میگن کاش این مسافرا این کارا نمیکنن مثلا بخوام یه مثال خیلی رو بزنم آقا تا میشینه بلند نشید مثلا لوازمتون رو بردارید به هزار دلیل خب اینو که خودم گفتم میتونه یکیش باشه شاید خب البته این بیشتر برای مهموندارا کارو سخت میکنه ولی واقعیتش اینه که به چه چیزایی شما فکر میکنید که دوست داشتید مسافر اون کارا رو نکنن شاید الان خیلی دیگه از دفعه بعد این کارو نکنن واقعا ببین یه مقدار خب به عنوان خلبانا میدونیم ما خب کمتر نسبت به مهمان داره ما با مسافر ارتباط درسته. در واقع فیس تو فیس داریم ما در واقع کارهایی که مسافر انجام میدن که مهماندارها باهاشون باید با تعامل کنن اثرات دومش به ما میرسه هم. یعنی حالا شاید خیلی این سوالا اصلا میپرسی قطعا خب یه سری کارهایی هست که شاید فرهنگی باشه مثلا مثالی که خودت زدی برای ما بذار خود روش فکر کنم راش شو بخوای یه خودت... این چه سیفتی داره که میگن آقا الان بلند نشی آره ببین برای اینکه مسافر تشخیص نمیده که شما نشستی یه پنجره کوچیک داریم به خصوص رو زمین ما خیلی وقتا مثلا لندینگ انجام میدیم تا برسیم به مقصدی که در واقع پارکینگ پوزیشنمونه چند بار توقف کامل داریم طبعا. مسافر اکثرا با توقف اول فکر میکنه رسیده پا میشه و ما مثلا دوباره در واقع میخوایم حرکت کنیم میتونه با شتاب بیشتری حرکت شروع بشه و بعد یا ترمز شدیدتری بگیم و مسافری که ایستاده میتونی جابجا شه میتونه زمین بخوره سرش به جایی بخوره و واقعا فقط یک چیز برای سیفتی مسافره که میگن بشینید تا زمانی که در اون ساین رو می بینین که کارمندا رو ببندید در واقع آف میشه سیت بلت. حالا اگه تو طول برنامه چیزی بزنه رسی آره 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 میگید که آقا مثلا ممکنه رو مختون باشه رو بهش اشاره بکن بریم سراغ یه قضیه ای که من تو اینستاگرامم خیلی سال باش چالش دارم با مردم با یک سری از مردم البته خیلی هم منطقی بهش نگاه میکنن قضیه کمتریل خب و شاید خیلی هم ندونن این داستان چیه ما داریم در مورد خیلی آماتور توضیح بدیم هاپ خب موتور ارتفاع بالا که از روی زمین نگاه میکنید یه سری خطوط سفیدی پشت موتورش میبینید که اصولا همه فکر میکنن کنن حالت عادی این دوده خب دودی وجود نداره واقعیتش میخوایم در مورد این باز کنیم یه کم قضیه رو با هم دیگه صحبت کنیم یه سری شایعات در مورد این هست که اینا مواد شیمیایی هست که داره تو سطح شهر پخش میشه و دارن دولت ها این کار رو میکنن که همه رو مسموم کنن و یه سری هم تصاویر ازش هست که مثلا خط گذر چندین هواپیما با هم توی اینا هم دیگر رو قطع کردن و میگن دیگه ببین سمپوشیه چقدر زیاد شده اما داستان اینو یه خلبان بگه این چه اتفاقیه ببین من فکر میکنم کسی که در واقع تو رو دارن خیلی خوب دیگه میدونن ولی حالا بازم انج... ریویو با هم میکنیم همشو گفتی کامبیز واقعا این یه پریده خیلی ساده ایه. از یه ارتفاعی به بالا معمولا از 20000 پا به بالا این خروجی در واقع گازهایی که از موتور هواپیما میاد بعضی وقتا خروجی مواد شیمیایی گازهای شیمیایی هم داره درست در اثر جریان هوایی که میاد و سرمای که اونجا داره و اون برودتی که از میان اتفاق میفته یخ میزنن بیشترش هم بخاره ها به توش بله دقیقاً اون چیزی که دارید می حالا چرا بعضی وقتا میبینیم مدت ها مونده به خاطر اینکه خب درجه هوا هنوز اونجا سرده اون زمان میبره اون بله. یخ آب بشه و حالا وقتی که اون خطا رو هم میبینیم چون میدونین حالت هوا در واقع نشستی هم میکنه تو لایه های جا به که در واقع با تون اینا بعضی وقتا هواپیما خب تو جهت مختلف ما بهش میگیم ایروی یعنی مثل حالا اتوبان های هوایی یه خلاوه هواپیمای دیگه از مسیر دیگه عبور کرده و این خطوط اون شکلی دیده میشه چیزی هم که من خونده بودم تو موقعی که رطوبت زیادتره ما این اثر رو بیشتر, بیشتر سفید تر دیده میشه سفیدتر دیده میشه و بیشتر هم حتی حتی بعضی وقتا هواپیمای جدید خب یه وینگلت هایی دارن یک باله هایی روی بالشون بله. هم هست بعضی وقتا بال نوک بالا آره میتونیم ببینیم بعضی وقتا حتی اون اه... در واقع خط سفید رو های بار هم میتونیم ببینیم بعضی وقتا مثلا هواپیما میبینی چهار تا موتور داره چهار تا خط میبینی دو تا هم بغلش کم تره آره آره آره, آره, اونم به خاطر به خاطر در واقع اون جریان هوایی که داره عوض میشه اون تئوری می تئوری غلط دایجان جان نافل آره دیگه. که اینا دارن سمپل یه کاری انجام آره. ما آره، اینو کمی شوخیش کرده بودیم تو س... با چند تا خلبان دیگه که تو ایران هستن هی hey, برام استوری میذاشتن که دارن سمپل میشن آره. جالبی که کامیز همیشه وجود داره خیلی هم عجیبه نه فقط حالا جامعه خودم همه دنیا همینه مردم چیزای افسانه ای بدون پشتوانه رو راحتتر باور میکنن تا چیز علمی ثابت شده دقیقا من اینو تحقیق کردم در موردش در مورد توهم توته چون میدونی که تو بحث فضا که من خیلی علاقه مندم بهش که بیشترین حالتش به اونجا میرسه آره. زمین صاف و فلان و بیسار مردم براشون همین دقیقا جمله که گفتی جوابه راحت راه باور برایشون که باور کردن چیزی که به سرچ و تحقیق احتیاجی نداره خیلی راحته مثل مثلا نمیدونم این تو وقتی در مورد مسئله فضایی میخوای یه معلوماتی داشته باشی باید بری بخونی ببینی یه چیزی ترین راه اینه که بگی نه اینجوریه که شما میگید دیگه دمت گرم آقا پس جنبندی این سال کمتریل رو توضیح دادیم چه اتفاقی داره میفته اتفاق خیلی بیسیکه که هیچ ربطی هم به این چیزایی که میگن سمپاشو نداره بریم سراغ یه داستان خیلی هیجان انگیز برای خیلی ها که سوار هواپیما میشن خود منم خب تو بچگی همیشه دروغه دروغ بگم الان فکر نمی کنم داستان هایجک یا هواپیما ربایی خب اتفاقی که ممکنه حالا هر یک میلیون پرواز یک بار بیفته و یه جا ختم میشه به یه حادثه مثل 11 سپتامبر متاسفانه و یه جا هم خیلی راحت از سر گذشته میشه اتفاقایی نمیفته حتی اون فیلم چی بود یه داستان ایرانی خیلی معروفی داره این یادم رفیع چیزی آژانس شیشه ای فکر اون که آره فیلم بود یه چیزی بود یه, یه سری برادرایی بودن که همچین اتفاقی تو ایران اسمشون یادم رفت کامنت کنید لطفا اگه شما یادتون اومد آره یادم اومد چیزی خیلی داستان آره، آره. معروفی در مورد این هایجک داریم من اینجوری میخوام ازت سوال کنم خب داستان هایجک هواپیما ربایی خیلی زیر زیر مجموعه هایی داره من میخوام اینجوری ازت سوال کنم که شما یک وظیفت به عنوان یه خلبان اگر همچین اتفاقی توی در واقع پرواز بیفته چیه مسافرا بهتره که چه عکس عملی داشته باشن آیا باید به نوعی از خودشون دفاع کنن چی کار باید بکنن خودت که بعید نه همچین تجربه ای رو داشته باشون خیلی کم پیش آره خیلی, خیلی کم شد نه من که تجربه رو در واقع نداشتم ببین بذار خود برگردیم عقب که اصلا چی شد که هواپیما ربایی در هوا تو دنیا شروع شد چه باها؟ ببین از حالا سال دقیقش رو نمیدونم هواپیما روبایی و هایجک زمانی شروع شد که اون شخص و یا گروهی که این کار رو انجام میکنه میتونه صداش رو به دنیا خیلی بلند برسونه یه جورای جلب توجه جلب توجه مگه نه شما یه مش آدمه که نمیشناسی و یک هواپیمایی که حتی خودت هم نمیتونی ازش استفاده کنی برات ارزش مادی که نداره این شما دنبال اهداف اه، یا مثلا میتونه سیاسی باشه یا میتونه جلب توجه خاصه ای داری که این کارو میکنی می, کنی. درست. می مثلا پول, باشه. آره، پول معمولا نمیتونه باشه شما پول میخواد باشه میری آدم رو بایی میکنی آف. راحت تا یه نفر رو برمیده دو نفر رو با خودت کجا ببری مم. و اون مراحل رو سخت رو بگذارنی. در واقع معمولا یک گروهی هست و یک خاصه ای دارن در نچه با همین شروع شدش و بعد دنیا یواش شواش شروع کرد این در واقع سکیوریتی ها رو بیشتر انجام شاید آخری هایجکی که خیلی تو دنیا تغییرات ایجاد کرد 11 سپتامبر بود دیگه آره ببین اگه 11 سپتامبر هم نگاه کنی 11 سپتامبر به بعد دنیا عوض شد صد درصد یعنی دنیای بعد از 11 سپتامبر کام با دنیای قبل از 11 سپتامبر خیلی فرق داره مخصوصا بارم. توی حرفه شما که اصلا زیرو رو شد تو, تو حرفه ما که زیرو رو شد من اعتقاد دارم نه فقط حرفه دنیا زیرو رو شد درسته یه خط کشی بین خیلی از کشورهای دنیا آدمای دنیا و شرق و غرب و... چقدر جالب اسم 11 سپتامبر رو آوردی تو همون حادثه 11 سپتامبر کسایی که دیتیل بیشتری میدونن یه دونه و دو تا از پروازا با کمک مسافرا باعث شد که اون اتفاقی باید میافتاد یکیشون نصف کاره افتاد و یکیشون هم که اصلا نیفتاد نیفتاد, خورد. خو... نیفتاد. خورده. نیفتاد که یعنی فقط تفلی همون هواپیما مسافراش از دست رفتن و اینجا خیلی نکته جالبیه چه اتفاقی برای اون دوتا پروازی که خورد افتاد و اونای دیگه چرا این اتفاق براشون نیفتاد ببین البته حالا 11 سپتامبر اگه بخوایم میخورده با جزئیات نگاه کنیم خیلی برنامه‌ریزی شده بود یعنی بله. حتی من از من فراتر از یک آدم رو باها اون خودش خلبان بود رفته بود دو دوره یعنی دیده سالها بود. سالها اونا روش کار انجام داده بودن چون آدم آدم رو با معمولا کسایی یعنی که خلبان رو مجبور به انجام خواستشون میکنن اون یاز سپتامبر خیلی حالا تو این کاتگوری قرار میگیره ولی واقعا خیلی پیچیده تر از اینه آره. حالا در مورد این سوال بگردیم به قسمت اول سوال که ما چی کار میکنیم بعد از اینکه دنیا هی تجربهش کرد قوانین امنیتی تو فرودگاه زیاد شده الان میبینیم سفر میکنین بعضی وقت کلافه میشین یه بار از یه سکیوریتی اول رد میشین بعد موقع دوم میشین نمیدونم آب نمیذارن توی کیفتون باشه کفشاتو در کفشا رو دراری خب این اتفاق اول از همه فقط برای مسافر نیست ببینیم به باری که وارد هواپیما میشه کیترینگی که وارد هواپیما میشه همه اون مراحل رو رد میکنن و چیزی دا که داخل هواپیما میرسه با کوچکترین خطا و دسترسی که آدمهای غیر بخوان داشته باشن برسه بستگی به شرکت هواپیمایی و قوانین اون کشور پروسیجرا یا رویه هایی وجود داره که چک بشن پس من اینجا باید پازت کنم پس تا اینجا من فهمیدم که ایرلاین با ایرلاین متفاوته کشور با کشورم قوانینش تو این قضیه برخورد با این داستان متفاوته متفاوته ببین مینیموم همه دارن مینیمومی که آیکو استاندارد استاندارده بعضی بیشتر میشه مثلا بعضیا مارشالر هوایی دارم ما تو ایران هم داریم بله. کسایی هستن که مسئولیت این حفاظ حفاظت پرواز. حفاظت پرواز میگیم بهشون بعضی کشورها ندارن بعضیا از خود در واقع کوره پروازیشون شاید اون وظیفه حفاظت رو دارن اون قسمته میتونه در واقع قوانین داخلی آبشناله. کشور و آره آپشناله و ایرلاین باشه ولی همه اون مینیمومه رو دارن و هر کسی یه جوری در واقع اون امنیت و سکیوریتی رو میخواد ایجاد بکنه الان خیلی کم شده خیلی کم یعنی یه خود تقریبا دارن به سطح غیر ممکنش میرسن مگر اینکه یک شکاف عمیقی خیلی بالاتر اتفاق بیفته ما چی کار میتونیم بکنیم باشه و مسافر چی کار میتونه بکنه سال بعدی بود ببین سندروم های مختلفی اسمش حالا داره بعضی وقتا شما میتونی احساس همدردی کنی با کسی که داره در واقع روانشناسیه آره آره خیلی چیز عجیبه چون تجربهش اتفاق افتاده بوده مثلا که شب ما رو هایجک کرده بوده و مسافرین به خاطر داستانی که اون داشته تو اون لحظه میگفته احساس همدردی میکنن و حتی میخواستن با های... کسی که هایجک کرده همکاری کنن <تصفح> و این اتفاق میفته اینا سن... سن که بعدا لازم در اومده چه روانشناسی بوده آره و این اتفاقا میفته توش ببین می... واقعیت بگم کسی کاری آنچنان مسافر نمیتونه بکنه و ریسک داره مثلا شده که مثلا خل سلاح کردن مسافر بوده ولی خب میتونه ریسک دیگه, دیگه باشه میشه یه اشتباه به جایی بخوره یا جا به جایی ها میدونیم اون سنتر آف گرویتی هواپیما مونه که حالا میگیم دوبلش بخوایم بکنیم مرکز سقل هواپیما رو آره آره به هم بزنه خود پرواز رو به مخاطره بندازه یه خود خب نمیدونه از اون موقعیت هایی که اینشالله اتفاق نیفته بیفته خیلی نمیتونیم بگیم بعدش قراره چیکار بکنیم حالا که صحبت مرکز سرخ کردی باز یه پرانتز باز کنم های آماتور میپرسم و بهم جواب بده اگه همه مسافرای هواپیمای فول حالا مثلا فرض کنیم یه بوینگ 737 همشون برن تای هواپیما استال میشین شما یعنی وا, دوشار وا استال واماندگی درسته کردن آره, آره. ببین بعضی این دوبلای فارسی با هم صحبت یعنی می آره، می... حالا یکی بیا وامانده رو توضیح بده خب فارسی شو وامونده. آره. ولی که خیلی باحال کلمهه یعنی واقعا چاره با نداره دیگه, دیگه. آره. دیگه. اگه همه مسافرا مسافرها میتونه این اتفاق بیفته میتونه اتفاق برن. آره. من یادمه که بوئینگ 747 کارگو توی جنگ افغانستان و آمریکا این اتفاق براش افتاد تانکا تسمه هاشون ول شد تو و رفتن عقب فیلمش هم هست اگر. فیلمش هم هست میذارم حتما براتون الان هاپما سال کرد برن. آره. این اتفاق پس با مسافر هم با مسافر میتونه می بعضی وقتا ببین سا جالب بگم کار مخی که مسافر گفتی به اون من برم اونجا بشینم بعد از وقت مهماندارا میگن که نمیشه یا بعد از تیک آف میگن واقعا صندلی برای مای خلبان یا مهماندارا فرق نمیکنن جابجا شدن این مرکز ثقل است توی تیک آف و توی لندینگ که و یه نکته او... دیگه باز پرانتز تو پرانتز آیا بیمه داره اون آدم وگی جاشو عوض کنه بیمهش کنسل میشه من همچی چیزی شنیدم یعنی این سیتی که به تو دادن اگر عوض کنی و سانحه ای پیش بیاد فرض کن تو اون سانحه دستت سوخت من شنیدم که بیمه به تعلق نمیگیره بخاطر اینکه سر سیت خودت نشستی ببین اینو راست شو بخوای کامبیز نمیدونم ببین, ببین خود چه آدم آره تو معلومه با بیمه زیاد رفته دنبال من دنبال اینم دستم <تصفيق> 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 ولی نمیدونم راست شو بخوای چون میدونه قوانین بیمه خب بیمه هم شرکت بیمه همیشه هم دنبال اینن که چیزی ندن دیگه بهت خب یعنی حرفتو نمیتونم رد کنم چون اطلاعاتی ندارم راست شو بخوای در موردش میتونه بستگی به اون شرکت بیمه کنندن باشه یا قوانین باشه من شنیده بودم که اگر جاتون رو توی پرواز عوض بکنید یکی از دلایلی که ممانعت میشه معمولا حالا دلیل اون چیزی که تو گفتی اینه که آقا اون بیمه برای اون صندلی و اون آدم رد شده و یه آدم دیگه اونجا نشسته بوده برای جفتتون این قضیه میتونه خطرناک باشه چقدر جالب پس این هم داستان هایجک و هواپیما ربایی و اینکه اصولا مسافرا خب بجز حرکت های روانی که پیش اومده چند باری این کارو انجام دادن کار دیگه از دستشون بر نمیاد آره ببین میدونی شما بزارش بزارش اش اش بخ... یه یه سال از تو بکنم فکر کن شب اینجا خوابیدی تو خونه در یه دوز میاد با مسلح تو خونه تو <applause> تو آماده ای تو برای همچین کاری تو زندگیت آماده نیستی حالا من خودم رو مام... میزنم به خواب آره ببین تو ممکنه بزنی تو خواب یا یهو میگرده میتونی از پشت بگیری یعنی منظورم اینه که وقتی در مورد این, تو این لحظه. که تو هایجک چه اتفاقی میفته و مسافر چه ریاکشنی داره تو لحظه است آره بیشتر داشتم پروتکل رو نگاه میکردم ولی کردن. ترجیح ما چیه ترجیح ما اینه که اون لحظه مسافر واقعا کاری نکنه آها ای خیلی نکنه. این خیلی نکته مهمیه باری چون میتونه شرایط رو بدتر کنه ما یه هدفی که اون پرواز داریم که تو اون بحران قرار میگیره حتی ممکنه اولا که تمامی در واقع رویه اینه که اونا نتونن به دسترسی به کاکپیت و خلبان داشته باشن که کنترل هواپیما رو داشته باشن ولی اگه بنا به هر دلیل خلبان مجبور شه باهاشون همکاری کنه هواپیما رو جای ببره بنا به حالا شرایطی که میتونه اتفاق میفته برای خلبان و اون کوره پروازی مهم اینه که همه سالم به زمین برسن بله و کسی اونجا اتفاقی براش نیفته در واقع بقیه ای اون پروسه رو کسایی انجام میدن که آموزش اون کارا دیدن یعنی پلیس های مخصوص اکیپ مخصوصی که در واقع آموزش دیده که با هواپیما روبایی باید کنم ممکنه طرف خاصی داره من میخوام با رئیس جمهور فلان کشور صحبت کنم اون دیگه دست ما خارجه ولی ما حداقل میتونیم منتظر باشیم تا تیم دیگه بیاد و ما رو حالا نجات با. بدن میدونی ولی وقتی ما درگیرشیم با شما نمیدونیم چون خیلی وقتا حالا دیدم طولانی شد داستانش ولی بذار اینو بگم جالبه یه نفر پا میشه از میکشه چند نفر شروع میکنن بهش حمله کردن چند نفر ساکتن اون یه نفر از بین میره مثلا تو الانه که شاید حفاظت پرواز یا مارشالر داشته باشن شاید بیشتر یه نفر باشه اون اگه همزمان با هم درگیر میشن بقیه تیم آدم رو باید تشخیص میدن کیان و بعد کنترل هواپیما رو میگیرن یعنی این شکلی هم نیست که ببین هواپیمای خیلی برنامه‌ریزی میخواد اونایی که یه روزی پا میشن با تفنگ اسب با بازی شروع میکنن که معمولا با یه توسری هم اونجا جمع میشه جلب, جلب توجه جلب توجه آره جالب بودش یه سوال باحال ازت بپرسم خیلی بی رفت به بحثای قبلی به نظر تو زیباترین هواپیمای مسافربری جهان چیه بدون شک افسر به به باری کرد ملکه آسمان واقعا آره یعنی به نظرم نمیاد دیگه بعدش چند وقت پیشم ش... دیدم که آخرش آخرین هواپیمایی آخریش... که تولید شد داشت چقدر جالب اون خط پروازی آره،, آره 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 مسیر پروازی بود با فکر کنم اگه اونم پیدا کنی بذاری خیلی جالب آره نذاشتم خود توضیح بده این کاری که آره هواپیمای مسیر پروازی بود که وقتی رادار نگاش میکردن اون 747 رو می میکرد خیلی اگه اگه پیداش کنم حتما میذارم کامیز براتون بذاره خیلی جذاب اصلا میدونم کجاست میذارمش براتون خیلی عجیب بود این اتفاق آخریش تولید شد و یه اتفاق بعدی برای همه بود که یعنی هاپ این زیبایی ببین به نظر من 740 یه هاپ که خلبانم نباشی دوستش داری آفرین آره آره بعد برای ما مردم ایران هم نوستالژیه به خاطر اینکه داشتیم از اول داشتیم. داریم هنوز آره اپمای همون واقعا جز اولین کسایی بود که دریافت کرد ما مدل خاصیش هم داشتیم حالا آره 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 الان که ماهان فکر کنم داره هنوز آره پای ایرانه رفتم حالا یه فرمان داره دارم دارم. حالا این فکت جالبم تو پرانتز اگر نمیدونید در مورد ایران و چیزی که میدونستی که تو که قطعا میدونی F14 ای که ایران استفاده میکنه تنها جایی هستیم تو دنیا که اندازه F14 استفاده, استفاده, استفاده میکنه میشه. خیلی عجیبه خب آقا بریم سراغ اینکه قبل از اینکه به این برسیم که اگه پرنده بره تو موتور هواپیما خب قبل از اون ما میخوایم پروسه تیک رو با هم دیگه بررسی بکنیم شما به عنوان خلبان یه پروسه رو طی میکنید نمیخوایم خیلی رو بررسی بکنیم خب من به خاطر علاقه که داشتم سرچ کردم میدونم میخوایم در مورد چند تا چیز صحبت کنیم یکی ویوان و یکی وی آر توی لحظه پرواز میخوایم خیلی خلاصه به بیننده ها بگیم که برای اینکه نیروی لیفت ایجاد بشه ما این, دو ما این دو, مرحله رو توضیح بده حالا وی 2 رو اصلا دیگه میگذاریم میگذاریم می ازش ببینید خود بخوایم تکنیکال صحبت نکنیم یه راحت تر صحبتش دقیقا. کنیم ببین اون وی که مخفف ولاسیتیه سرعت ما موقعی که در واقع در واقع سرعت گرفتن روی باند رو برای تیک شروع شروع میکنیم خب نمیتونیم همینجوری ادامه بدیم تا یه موقعی که دلمون خواست هستیم بگیریم <applause> که این هفتان بلند کنیم خب یه حساب و کتاب در واقع پرفورمنسی داره و حالا اون خیلی شرایط مختلفی توش دخیل وزن باندی که هستیم در واقع باد باد اون ابسکل یا موانع بعد از تیک آفه میتونی مثلا ساختمونی باشه کوه باشه همه اونا دست به دست هم میده که ما به یه نقط... اسپیدی به نام ویوان برسیم ویوان اسمش دسیژن اسپیده اون اسپیدیه که در واقع خلبان تصمیم میگیره که آیا از این نقطه ادامه میده و یا در واقع تیک آف رو ابورد میکنه و یا در واقع کنسل میکنه. کنسلش میکنه و وقتی اون اسپید معنیش به اینه که اگه ما در واقع تیک آف رو کنسل میکنیم ما هنوز باند کافی برای وایستادن داریم و باند تموم نمیشه چقدر نکته جالبی این و این جالب. نکته در واقع تکنیکالشه و حالا بعد از اینکه ما این نقطه ببخشید مجبورم اینو بگم که شما خلبان‌ها ها توی کاکپیت اینو باید به هم عنوان بکنید اعلام, اعلام بکنید که ما تو سرعت ویوان هستیم آره در واقع تا کی وقت ریجکت کردن بلافاصله بعد از شنیدن ویوان دارید تا خود ویوان ویوان دیگه کال وی بشه دیگه, دیگه, هر اتفاقی بیفته ما تک یعنی اونجا برد استراک هم داشته باشید باید, باید با یه موتور بلند آره با یه موتور خیلی خوب بعد حالا میرسیم به روتیت 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 اسپیدیه که ما در واقع به اون سرعت روتیشن یا در واقع آغاز تیک آف میرسیم که اونم شرط پرفرمنسی خود داره درسته که انجام میدیم اسپید دیگه هم داره که حالا یه خیلی تکنیکال ها آله. ترمز میشه دیگه اگه در اگه شما هم یعنی مثل من علاقه من به دیدن ویدیوهای توی کاکپیت باشید دیگه این جمل... این... این, کلمه ها آشناس براتون یعنی من همیشه دوستان همیشه تو خونه میگفتن تو دیوونه نشی. یعنی صدای چیه به گوش ما میرسه روتیت خیلی جالبه من همیشه برام اون نقطه خیلی جالب بود که شما دیگه باید تا اونجا تصمیم تو گرفته باشی آره. و هر اتفاقی بیفته از لحاظ آره. فیزیکال امکان راه برگشتی آره. برای شما جالبه باشه. کامش این اسپید چرا مثلا بعضی میگن خب چه کاریه رسیدیم به اونجا یه اتفاقی افتاد چرا ادامه ندیم بعضی وقتا ممکنه شاید باندم کافی باشه بتونی نگهداری علتش اینه که شما برای بعضی از اتفاقا احتیاج باند بیشتری داری شما در واقع تیک آف میکنید میرید دور میزنید و می این کل باند از اول استفاده میکنید دقیقا. که باند کافی برای درواقع واقع نشستن باشه دلیل های در واقع این شکلی و تکنیکالی داره که این اسپیدا رو در واقع درست میکنه درست و اصلا تو از اون ویوان که رد میشی یعنی دیگه هاپ قدرت رو پیدا کرده که این لیفت رو انجام بده, بده و ایربورن بشه بتونی چیز بکنی حالا که صحبت از این اتفاق و سوال بعدی هم به همین رپ داره برخورد پرنده با موتور هواپیما برد استرایک اصطلاحاً موتور هواپیما رو ببینید امروز برای شما پوشید به به خواهش میخوام ببینم که این قضیه چقدر خطرناکه خب من میدونم میخوام از تو بپرسم برای بیننده ها چقدر قضیه برخورد این داستان خطرناکه و بعدم خودم و تو با هم یه توضیح بدیم که برای جلوگیری این داستان چه کارهایی میکنن توی فرودگاه ها ببین خطرناکه به هر حال میتونه باش یعنی یک پدیده که خلالی در انجام در واقع ادامه نرمال بودن یک پرواز برای تو اتفاق ایجا... افتاده برای من اتفاق افتاده چندین بار البته خب در واقع جالب حالی خاطره با بگم چند سال پیش فکر کنم اگه درست یادم بیاد پرواز بندر عباس به تهران بود و یک پرنده خیلی کوچیک موقعی که ما داشتیم در واقع تیک آف ران رو انجام میدادیم و در واقع ساعتمون زیاد میشد روی باند خورد به شیشه آه. سمت من تلک خورد نه جالب بود پرنده خیلی کوچیک بود فقط در واقع حالت خون و ایناش بود ولی جالب بود مثل یه سنگی بود من یه لحظه سرم و اینجوری احساس میکردم الان میخواد به خودم بخوره اینقدر سری میومد دو سه بار برای من اتفاق افتاده ولی در واقع به قسمت بدنه هم پیما خورده که تاثیر نداشته و پرنده کوچیک بوده حالا چه موقع های این پرنده میتونه برای ما خطرناک شه میتونه وارد موتور شه و ما موتورمون رو دست بلید ها رو این تیغه ها رو مش میش، یا بعضی وقتا کوچکتر هم باشه شاید از همون بغل رد میشه وارد هستی اصلی موتور کمپرسور. میشه کمپرسور میشه و از بین میبره میتونه به قسمتی از فلای کنترل هواپیما بخوره میتونه تونه هیدرولیک رو در میتونه بقیدونه... هیدرولیک میتونه به قسمت های در واقع سنسورایی که به ما دیتا های هوایی میدن سرعتمون رو میدن ارتفاع ما که بخوره. من میدونم هیدرولیک یکی از مهمترین چیزاست برای شما دیگه یعنی کنترل این کنترل آره همیشه بکاپ داره دیگه همون صحبتی که کام میزنه آره. اولش با هم کردیم بکاپ داریم هیدرولیک هم بره و هر حال به میگه اتفاق از شرط نرمالش خارج میشه و ما حالا به ریداندنسیامون میرسیم به بکاپامون میرسیم که ازش استفاده بکنیم ولی حالا چیکار دارن میکنن تو دنیا ببین خیلی اتفاق جالبیه اولا تجربی بستگی به محیطی که پرواز میکنن اونجا پرنده زندگی میکنن نمیکنن دستگاهی هست که میتونه سیگنالایی رو بده آم. که پرنده ها در واقع اون محیط دورشن یعنی حالا یه چیزیه که در واقع از علمی درست کردن بعضی وقتا فضاهای سبزی که اطراف فرودگاه هست رو مثلا کوتاه میکنم مثل متارسک هایی میذارم آره. یعنی خیلی راهای مختلفی رو با پر... شاتگان شلیک میکنن آره یعنی چون پرنده های محلی ان دیگه آره. پرنده های محلی رفتارهای محلی دارن که هر شهری هر در واقع فرودگاهی با توجه به این از آدمایی که در واقع اون پرنده ها رو بلدن استفاده میکنن که اکتیویتی اون پرنده ها سعی میکنن تو اون دوره فرودگاه رو و به یه هم هم که من دیروز گذاشته بودم در مورد اون جی اسپیرال نوک موتور, موتور, که اینم خیلی تأثیر گذار بوده تو تحقیقاتی کردن که حالا دلیل اصلیش برای پرنده نیست ولی خیلی تأثیر گذار بوده اون چیزی که نوک موتور میبینید و میچرخه برای اینکه حالا چیز علمیش هم اینه من خوندم تحقیق کردم میگن که پرنده ها اصولا وقتی تو اون محیط باز اون محیط سیاه موتور رو میبینن علاقه به این دارن که مثل محیطی پناه ببرن به اون نوجه. تو وقتی که صدایی مثل صدای هواپیما داره میاد و این دقیقا نوک مرکز موتور باعث میشه که اونا از اون بترسن یعنی ناخداگاه پرنده اصلا دوست داره بره که نمیدونه چه خبره چه اتفاقی براش قرار بیفته و جالب اینجاست که بدونید تمام موتورها موقع تولید تست میشن در مورد برد استرایک تو حالتهای مختلف توی در واقع تراستا و نیروهای مختلف تست میشن پس برد استرایک در واقع برد استرایک اگه من بزن اینجا بر خودم میپرسم اگر دوتا موتور بعد از ویوان بی برد استرایک خیلی البته دیگه م... معلوم نیست همچین اتفاق بیفته بی خیلی افته. دیگه کم یابه همچین چیزی نه ببین که استثنایی دیگه این استثنایی ولی خطرناکه دیگه. آره ببین چون دیگه اصلا نیروی توانی نداری که باش پاشی حتی بعد ویوان دوتا موتور بره خب ولی من, دو تا بره بره من چی با... ویدیو دیدم که دوتا موتور با هم دیگه برد استرایک خیلی ببین دیگه معروف نه معروف ترینش که میشه اون هاتسون ریور او آره کاپتان سالی آره کاپتان سالمبرگ که 320 آره تیک اف کردن دوتا موتورشون رفت خیلی تو هایی که بعد انجام دادن خیلی ها خیلی پرواز خلبان ها نتونستن دوباره همون کار رو تکرار بکنن آره ببین از اون <تصفح> از اون کاری که اون روز بعد تا سه بیاره دیگه واه خیلی عجیب بود <تصفح> آره. یکی از اتفاقات به نظرم بی نظیری بوده که میتونسته بیفته به نظرم من آره. از اتفاقاتی که خیلی میتون خلبانیش خلبانیشم باش آره آره قشنگ بود خیلی اون داستان قشنگ بود فیلمش هم ساختن دیگه آره آره. حالا که, آره. که ندیدم فیلمش رو ببینم بش. فیلم هم هنری بود هم جالب بود حالا این به اینجا رسیدیم بذینم ازت بپرسم چون اینم هم دقدقه همه مردم هست چرخ باز نشه خب ما یه سری پروسیجر داریم که باید انجام بشه خیلی سریع و با خودت مرور کنیم فرض کنید تو پرواز هستید قبل از لندینگ چرخ به هر ترتیبی باز نمیشه میدونم که خلبان های رو باید طی بکنن سریع خودت سامون ببین, ببین بستگی به مدل هواپیما یعنی هر هواپیما در واقع اون رویش متفاوت بعضی وقتا بکاپش میتونه برقی باشه بکاپش میتونه از یه سیستم هیدرولیک دیگه باشه و یا حتی مکانیکی باشه چون در واقع چرخ هواپیما معمولا به شکل هیدرولیکی با فشار حالت جمع هستن و ما وقت استفاده میکنیم حالا بنا به هر دلیلی که این کار نمیکنه ما میتونیم مثلا سیگنالایی رو بفرستیم یا به صورت برقی بیاریمش پایین یا اون فشار هیدرولیک رو از پشت در واقع چرخ بر میداری و چرخ حالت رها میشه و میاد پایین همیشه هر هواپیمای بستگی به حالا در واقع منفرکترش. یه بکاپ سیستمی داره یعنی حالا فرض کن هیچ کدوم از اینا جواب نداد ببین خیلی خیلی کم اتفاق افتاده دیدیم دیگه آره. نهایتاً به ایمرجنسی لندینگ ختم میشه که بدون چرخ میشیم حتی تو ایران هم داشتیم دیگه می‌خواستم اینو برای ازت پرسیدم که تا جایی که من میدونم یه یه مانورایی که جی زیادی وارد میکنید انجام میدید میتونه آره. انجام میدید آره آره من مسافر بری مص... آره. یعنی... آره. یعنی به, به مسافر میگید که آماده باشه آماده برای همین مانور آره آفریم. آره در موقع اعلام میکنیم که به علت این اتفاق برای اینکه چرخ بخواد باز شه مانورای اتفاق میفتیم که حالا اون جی بهتون وارد میشه که نترسن اگه که احتمالا میترسن ولی من توضیح بدم این کارو میکنم برای اینکه شوک وارد بشه از لازه فشار جی که شاید با اون فشار در واقع چرخا خودشونو ول بکنن یه اتفاق دیگه هم که اگه اشتباه نکنم باید از نزدیک برج مراقبت رد بشید و چک بکنن این داستانو درسته ببنید. که اون دیگه... شاید اون دیگه بس به این داره که چه اتفاقی باشه دیگه اگه مثلا لازم باشه بنا به دلیلی که حالا ویژوال چک بهش میگیم دیگه یعنی با, با چش بشه دیدش ولی نه لزوما حالا بستگی داره درسته یعنی جزء رویه همیشگی نیست همیشگی نیست نه اون مم بستگی بهش حتما باید بریم نزدیک که برج و اینو چک بکنیم نه 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 ممکن اتفاقی بیفته داخل اپ ما مشکلی اتفاقی افتاده که در واقع نمیتونن مطمئن باشن که اتفاق افتاده و اون موقع احتیاج دارن کسی به صورت در واقع علنی ببینتش ویژوال آره. چقدر جالب توی چندین سال پیش گفتی که الان هواپیما یه جوری شدن که در واقع دیگه احتیاجی نیست که حتما به صورت کامل ویژوال لند بکنی من یادمه که حتی تست اتوپایلوت لندینگ هم چندین بار انجام دادن و خیلی هم تا حدودی موفق بود ولی الان این کارو نمیکنن به خاطر اینکه خب هنوز به اون لول نرسیدیم درسته یعنی مثلا فرض کن الان تو ماشین تسلا دیگه به جای رسید که تو دبی شما سوار میشی یا یه جای دیگه دنیا و بدون راننده میبرتت این ور ببین الان به نظر من نظر خودم اینه که تکنولوژیش هست ولی یه سال از تو بکنم تو حاضر سوار <تص> پیمایی بشی که داد که هیچ کی نباشه بعد سال دوم آیا شرکت بیمه حاضرم پول داستان پس ببین هنوز آمادگیش نیست شاید تکنولوژیش باشه ما الان می‌بینیم پهپادهایی که در استفاده میشه کارهای میلیتری انجام میشه باش دیگه ولی حالا اون در واقع صحبتی که من میکردم در رابطه با دید بود و ما انجامش میدیم یعنی مثلا دیدی بسیار کمه ما با, با کمک اتوپایلوت و با دیدای صفر میریم میشینیم اون اتفاق میفته ولی اینکه کلا بخوایم آدم رو از توی کاکپیت حذف کنیم فعلا هنوز جاش من فکر کنم اگرم مخاطباتم بپرسی هیچ که آزنی سوار اوپایمایی بشه که نیست <تصفح> 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 آقا سوال بعدی آها این سوال ازت بپرسم بیشترین ریسک تو فازهای مختلف پروازی ما به سه قسمت تیک و لندینگ تقسیم بکنیم بیا این ستا رو تو طبقه, طبقه بندی کن بیشترین ریسک و خطر از یک بسید یک خطرناکترین سه کم خطرترین ببین آخه این سوالو رو واقعا من چون سرش کردم ولی خب بالاخره خلبان دوست دارم بگه دیگه ببین نمیتونم این حرفی که بزنم و حتما بگم حرفم علمی نه 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 خب. ولی فیلنگ. ولی فیلینگی من شاید لندینگ تیک آف و کروز رو انتخاب دقیقا منم همین رو سرش کردم ریزالت این بود آره. یعنی بیشترین خیلی خلاصه باز رو جمع بندی کنم بیشترین ریسک پروازی توی لندینگ بعدش توی تیکافه و بعد توی کروز یعنی شما توی کروز که هستید کروز یعنی همون حالت که هاپ استیبل داره روی خط صاف پروازش رو انجام میده اونجا کمترین ریسک پروازی شما دارید که حالا برسیم به مسئله تکونهایی که تو همون کروز میخوره همه میترسن, میترسن ازش. داستان چیه؟ کاپتان. ببین کام اسپم کام دیگه خیلی در مورد اینم صحبت شده ولی خب ترس آدم زاد هیچ وقت این راحتی نمیره خیلی ها نمیدونن که این تکون ها یه چیزه ببین تکون که تو هواپیما اتفاق میفته به چند دلیل میفته اولا که خب 99 و 9 دهمش فقط های جویه بله. یعنی حالا یا ما داخل ابری میشیم حالا بعضی وقت ممکن داخل ابر نشین تغییر جهت های باد جبه های هوایی کم فشار پر فشار نمیشه. حالا اون لغت چاله هوایی بود که حالا ده. اون مثلا لغت افسانه که استفاده میشه براش یعنی مستلحه ولی اون تغییرات جوی هوا که میتونه سرعت باد باشه جهت باد باشه درجه حرارتی که مثلا شما از یه ما توی ارتفاعی پرواز میکنیم از یه شهری به شهر دیگه میریم تغییر درجه حرارت اتفاق میفته اون لایه‌ای که این اتفاقا میفته یک تلاطم و ناآرومی فضای هوایی ایجاد میکنه که هواپیما وقتی واردش میشه تکون میخوره حالا این تکون میتونه از در واقع شدت کم تا شدت خیلی زیاد بستگی به قدرت اون در واقع پریده جوی باشه که ما بهش میگیم تربولنس خب حالا چقدر خطرناکه این تربولنس ببین چون مردم بیشترین چیزی که میترسن حقیقتا اینه توی فرواس آره چقدر خطرناکه مطمئنم قسمتیش که ببین ما من میگم ما خیلی اصلا آره تربولنس میتونه خطرناک باشه مثلا یه پدیده هست حالا خیلی تکنیکاله ولی حالا شاید جالب باشه کسی دوست دارم ما بهش میگیم کت یعنی کلیر ایر تربولنس یعنی هیچ پدیده جوی رو شما با چش نمی نه ابریز نه میشی قابلیت پیش بینی دارن یعنی آها. کسایی که در واقع کار هستن به ما ایریای مح... رو میگن که ممکنه اتفاق براتون بیفته و بعضی وقتا ممکنه تربولنس اتفاق میفته که قابل پیش بینی برای خلبان نبوده و ما اون خبر رو میبینیم که هواپیما وارد جبهه هوا شده مثلا مسافر صندلیش خورده دستش شکسته بله بله اتفاقا میتونه مخاطره ایجاد کنه برای سلامت اونم میتونیم بگیم به خاطر بی احتیاطی خود مسافر بی احتیاطی بوده مسافر بوده یا خیلی غیر قابل پیش بینی بوده مثلا سیت آف بوده طرف بوده مثلا دیگه دیگه بی هم نبوده دیگه ماله. یعنی شاید قابل پیش بینی بوده شرایطی تو اون هوا پیش می آره واسه همین حالا شاید حرفه شنید این بعضی وقت خلبانا توی انانس اولش میگن مادامی که رو صندلیتین رو صندلیتون هستی آره داشته باشین این برای همونه مگر نه خب حالا شما اگه سیت پرداف پیشبینی خب میتونین آف کنین برین در واقع حالا رای میخوایم بریم در واقع سرویس بهداشتی بعد کسی میخواد استفاده کنه ولی خب همیشه توصیه اینه که وقتی میشینین داشته باشه دیگه مثل ماشین دیگه بالاخره بعضی وقت پارک هم هستی بند تو ببندی یکی پشت ممکن تو پارک بهت بزنه پس دیگر. در مجموع خطر آنچنانی ببین پدیده همون صحبت اول مصاحبه که با هم شروع کردیم بود دیگه کامبیس این برای خیابون این عمر خیابون ریسکه یعنی ما این ما به نظر من یه خورده رو عوض بکنیم میتونه مخاطره داشته باشه ولی نه اون چیزی که بگیم ترس من باهاش سفر نمی کنم این اتفاق نه اصلا بسیار اندک میتونه در کل سفر هوایی ایجاد خطر بکنه آقا شما خلبانا چرا میکروفون رو میخورید حرف میزنید این حرف در آوردم <تصفح> ببین الان من دوست <ببین. تصفح> الان دو س... <تصفح> دو س... این همه جلومه خوردن من <تصفح> اصلا خوردن اینو نخور من اینو خوردم ببین دکترا دیدی که نسخه می معروفن شما واقعا معروفید به این داستان بابا به خدا 90 درصد خلبانا هم اینجوری فقط انگار میکروفون رو قورت فقط میخوام بگن بره بره آره ما چی میگی اصلا نفهمیدیم چی گفتی من انتقال میدم اینو که اصلاح کنم تو درست میگی ما سعی میکنم درست بگم درست بگو تو رو خدا این رویه رو عوض کنید واقعا آدم نمیفهمه اینو چی میگن اصلا چه فارسی در بزنن ببین آخه خیلی وقتام کسی گوش نمیده اینم قبول کنیم دیگه راست میگی مثل دمو یه چیز هیچ کسی نگاه الان این دیمو. همه شما سواش میشین همون لحظه که مهمان داره دمو میکنه تا شما دارین آخرین پیغاماتون رو رو واتساپ چک میکنیم میگین تا اینترنت داریم همین کارمون رو بکنیم دقیقاً بنده خدا فقط اون آره. وسط داره پانتومیم بازی پانتومین آره. بازی میکنه آره. حالا که الان بیشترم که ویدیویی شده دیگه ویدیو شده آره ولی دمو رو نگاه کنید به خدا هیچ به دردتون نمیخوره آره. نه آره. واقعا حالا خارج از شوخی که میخوام یه توصیه کنم حداقل گوش کنین کسایی که کسی رو سفرن شاید بدونن ولی اگه واقعا هر از سفر میکنین اون هواپیما واقعا مم... ایشالله که بدر، نه... به د... به... کار نیاد ولی نیاد دقیقاً ممکنه جونتون رو نجات بده صحبت از تیک آف کردیم کروز کردیم بریم تو لندینگ و میخوایم صحبت کنیم از قضیه گوراند یه اتفاقی که بخوایم فارسی رو ترجمه بکنیم به یک دلیلی شما انصراف از فرود, فرود و فرود نمیاد چه اتفاقی باید بیفته که شما حالا میدونم خیلی اتفاقا میتونه آره بیفته می بیشتر تونه. معمولا چه اتفاقایی هست که شما گو اراوند ببین ما شرایط برای لندینگ باید توی یک شرایط استیبل مهیا باشه درست و اگر تا یک ارتفاعی و یا بنا به تشخیص خلبان تا هر لحظه که هواپیما در واقع به زمین نرسیده احساس بکنه که اون لندینگ میتونه سیف نباشه یا لیمیت های مختلف مثلا برای نشستن باد جانبی باد پشت باد جلو اینا هر کدوم لیمیت داره لیمیت ها میتونه تغییر کنه تو لحظه و لیمیت تغییر بکنه خلبا انصراف میده بعضی وقتا تا چنگو برجه... دارید بعضی وقتا آره آره بعضی وقتا تو میتونی بشینی چرخه به باندم بخوره و بعد دوباره در واقع ایربورن بشی بعضی وقتا شرطی هست که ترافیک کنترل هوایی ازت میخواد بنا به هر دلیلی مثلا یه ما... دیگه دو که آره جلو شما لندینگ کرده هنوز با نو اشغال کرده و شما رسیدی به با نوبت و نمیتونی لندینگ کنی دوباره میری شرط جوی هوا میتونه باشه شرط خود پرواز و سیبل بودنش میتونه باشه خیلی عوامل داره مم. ولی دلیلش رو کلی بخوایم بگیم اگر شرایط برای نشستن در واقع سیف پرواز مهیا ها نباشه ما گوران میکنیم که همون انصراف از فرودی که گفتم پس اگر دیدیدم چه اتفاقی افتاده، شما بر خودم اتفاق افتاده داشتید می نشستید لندینگ انجام می شد و دوباره هاپ مبلان شد نترسید یه دلایل دیگه ممکن کاملا یه اتفاق نورمال خیلی نرماله و من دلیل خاصی می میتونه آره می آره میتونه پیش بیاد اصلا دلیل یعنی حتما دلیل برای نیست که اتفاق عجیبی افتاده آره اینم از گورانت خیلی جالب خب آقا یه سوال جالب دیگه برای خیلی باز مثل من سوال هست او یه سوال جدید بزنم رسید بذار بپرسم ازت یه کسی که سیمولیشن کار کرده حرفه ولی تا حالا پرواز واقعی نه حرفه توی سیمولیتور واقعی یا ولی خونگی. سیمولیتور حرفه این قابلیت رو به نظر تو داره که بتونه کنترل بکنه هواپیما رو و چیز بکنه تو چی فکر میکنی؟ بهش فکر کردی تا حالا ببین بهش جالبه بگم من قبل از اینکه خودم در واقع برم بشم خب جز همون آدما بودم که آره نه م. ببین میدونی چی میشه ولی خب میدونی مثل چی میمونه مثل میمونه که گران بده پاس آره مثل میمونه که تئوری مثلا بدونی که ماشین چجوری مثلا حرکت میدن یا مثلا گاز خونه رو تئوری میدونم اونو شلنگ و وصل میکنم ولی برسی ممکنه نتونی انجام درست آگاهیشو داری ولی در عمل ممکنه خب حالا این پس یه سوال پیش میاره اگر توی پرواز هستیم دو تا خلبان دور از جونشون به هر ترتیبی جونشون رو از دست میدن خب سکته میکنن دو تاشون اصلا یعنی اتفاقا نمیفته واقعا هندیه آه. ولی حالا جفتشون جونشون رو از دست میدن بر که فوت کردن بر فرض که فوت کردن دور از جونتون دو مدل سوالو میخوام ازت بپرسم یک سال اول هیچ کسی تو پرواز نیستش که اطلاعات پروازی داشته باشه اول باز اینجوری بپرسم مهماندار انانس میکنه که کسی هست یا نه حتما این کارو میکنه آره، حتما میکنه خب این کارو میکنه فرض کن که هیچ کسی نیست و همم هم توی لول دکتر مهندس نشستن و اصلا خلبان نداریم تو پرواز چه کار باید بکنن این بندگان خدا از مهماندار کمک میگیرن که بره با برج در, دو... تماس باشه فکر کنم دیگه نزدیک آره ببین اون از اون از... اتفاقاتیه حالا بگیم چه اتفاقاتی میفته تاش بگم به نظر خودم چه میشه خب دیگه شما آپشنی ندارید شما دو تا خلبان داشتین که پر پر خب اولیش حالا واقعیت اینه که ما معمولا موقعی که داریم پرواز انجام میدیم اگر خلبان از شرکت خودمون باشه که میدونیم میگن می م... که همچنان. ما داریم مثلا یا حتی مثلا ما خودمون مامان مسافر وقتی تردد میکنیم مطلع میکنیم سر مهماندارمون داره که مثلا من فلانی هم که اگر احتیاجی بهت بشه بدونن که تو تو ما هستی خب این یه آپشنه و اگه اتفاقی بیفته این استفاده میکنه آره خب این خیلی ساده و منطقیه آره. دیگه ولی حالا ما داریم به اپشن اول تو فکر میکنیم که هیچ کی نیست هیچ نیست هیچ نیست در واقع دومم این نبود که خلبانه دیگه است یه کسی که من اونجا خلبانم حالا اون اونم اپشن سوم میدیم ببین اپشن اول که هیچ کسی نیست نیستو بریم. بریم یه کاری میکنم بالاخره احتمالا مهماندار سعی میکنه اگه اطلاعاتی داشته باشه وارد و اتاق در واقع کاکفید بشه سعی میکنه ببینه بذاره <applause> آره فاتحه رو بخونه سروران عزیزی که <applause> 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 آره دقیقا این اتفاقا میفته حالا بذار هر دوشو با هم بریم برو بریم حالا من فکر میکنم حالا یکی مثل تو توی اونجا هست خب یه چیزایی رو میدونه علاقه منده علاقه من <applause> علاق میدونه من فکر میکنم حالا اتفاقاتی بعضی وقت تو آپارتمان کوچیک افتاده اینکه که اگه فکر کنیم فیلم هالیوودی هم داشتیم یه مسافر میشینه با برج مراقبت صحبت میکنه ما رو میاد این نی. به نظر من ندارده. ندارد نداره یعنی دیگه تو بزن اینجوری ازت بپرسم چند درصد احتمال میدی که من حالا تو رو در الان به من <laughs> یه آدمی مثل من که بالاخره همش نگاه کرده با سیمولیشن کار کرده چند درصد احتمال میدی که من بتونم از یک تا صد یه لندینگی بالاخره این بدبخت رو سالم بشونم ببین اینجوری بهت بگم اگه تو پروازی که هیچکی نیست که نداره اون که صفر صفر پروازی هم ده. که نمید. مثلا اگه تو باشی تو تلاش تو میکنی بازم نداره من خیلی امیدوارم فرقش قبول کن لایت ویت بپرم شاید بتونم بشونمش آره بالاخره یا... یعنی یه, موتوره... یه خود تجربه رو در واقع عملی هم اضافه کنی تو میدونی تو فقط زجر می‌کشی من میخوام یه چیز بگم فرقش اینه که اونا نمیدونن چه اتفاقی به تو خیلی آگاهانه برات <تص> این اتفاق میافتنی یعنی یه خورده بیشتر زجر می‌کشی اون طفلی اون 300 نفر به فکر منن که مثلا خیالشون راحته تو <تص> یه خورده به اونا امید زندگی میدی ولی خودت میدونی که قراره چطور تلاش <تص> تو <تص> میکنی ولی بازم به چقدر آره ندارد نمیرید تو رو قرآن حالا <applause> <applause> ببین دیگه به نظر من به فکر کن دوتا آدم همزمان هم به خانه اتفاق بیفته خیلی ولی همیشه من به این فکر میکنم ببین, ببین چون یه دونه اتفاق افتاده آره، دیگه تو دنیا چقدر فشار اون یکی بیچاره است که اگر آقا من یه بلای سرم نهید الان یعنی میدونی سکته کرده آ... آره دیگه ولی خب به هر حال ما آموزش می‌بینیم برای این اتفاق هم دیگه <applause> خب یعنی حالا کلمش میشه پایلت این کپاسیتیشنز اون جز آموزش خلبان ها هست که باشه ولی خب معمولا میدونی بلا فاصله در اولین جایی که شرط مناسب باشه در واقع لندینگ انجام بدیم چون دیگه با یه نفر نمیشه ولی دیگه اون شرطی که دو تایی با هم باشه خدا نگهدار <laughs> <laughs> دیگه هر کسی یه پای سرنوشتی داره دیگه <laughs> اینجوری باید <من> بهش نگاه کنیم گفتیم خطرناک نیست ولی مسی خب و اما سوال آخر سامان عزیز مربوط به ایرانه یه چیزی که تو ایران من هر دفعه از یه هواپیمایی که ترکیش خارجی فلان میذارم همه حالا به شوخی یا تو تای اون شوخی های تنز جدیه که این که واسه هواپیمای خارجی هواپیمای ایران که آدم بعد مثلا مثلا اون داستان پراید است که همیشه مثال میزنن واقعیتش اینه که ما منکر این نمیشیم که خب یه سری محدودیت ها به خاطر یه سری داستان های تحریم و اینجور چیزا وجود داره درسته. ولی این داستان اصلا با پراید قابل مقایسه نیست که مثال میزنن من میخوام از ذهن تویی که خلبانیم واقعیت داستان رو بشن. ببین مثلا یه چیز آخر رو بعد اولش بگم بعد بازش میکنم مسافر یه بار سوار اون هواپیما میشه ولی ما خلبانی که تو ایران حالا کار میکنیم و کار میکنیم هر روز اون هواپیما آیا کسی از جان خودش عزیزتر داره نه, نه. ببین مقایسش غلطه ببینید مثلا اولا اینکه تعمیر و نگهداری هواپیما شرایط خاص خودشو داره قطعات هواپیما عوض میشه آن چیزی که مسافر یکی از چیزایی رو مخ مسافر که گفتی فکر کنم بهش رسیدیم قیاسه همین قیاس غلط هواپیما مثلا هواپیما هوا ایران که اینه ببینید اینجوری بهت بگم مثلا بنز سال 1990 با بنز 22 که قابل مقایسه نیست توش درصد ولی خب اون بنز نه بنز امنیتش خوبه یعنی انا هواپیمایی که شاید در داخل ایران هست از لحاظ امکانات رفاهی قابل مقایسه نیست صندلیشه اون انترتینمنتشه نمیدونم اون اسکرینی که جلوتون نیست اونا هزینه است یعنی اگه همه رو جمع کنه و یه شرکتی بخواد براش توجیه اقتصادی داشته باشه عوض کنه مسافر عادی تشخیص نمیدین هواپیما دیروز ساخته شده یا مال 20 سال پیشه دقیقا. ولی خب در مورد اینکه آیا هواپیما در واقع با سن هواپیمایی که با سن میگیره و فرسوده میشه توجیه اقتصادی نداره این مسافر نداره <applause> یعنی ایرلاین ها هزینه بیشتری رو برای تعمیر و نگهداریشون پرداخت میکنن و این بازه پرافیت شرکت رو میاره پایین و حالا برای مسافر چیزی که مسافر میبینه خب امکانات رفاهیش الان شما سوار هواپیمایی میشین نمیدونم پورت یو اس بی بغلتونه گوشیتونو شارژ میکنین هزار تا فیلم فقط بریم سراغ سیفتی. ما هم و اون تاخیراتی که تو ایران بعضی وقت آزار دهنده میشه که حق دارن مردم کلافه آها. میشن مال همونیه که وقتی هواپیما به خاطر شرطی که هممون میدونیم تحریم هست قطعات هواپیما سخت میاد و نمیتونه هواپیما جایگزینی به این راحتی داشته باشن اون کیفیت سرویس میاد پای مگه نه هیچ خلبانی مطمئن تا زمانی که مطمئن نشه که اون هواپیما برای انجام پرواز امن و ایمن هست مخصوصا با انجام... چکای دوره ای که داره انجام میشه و این چکان من میدونم که تو ایران درست هم انجام میشه ببین اصلا نمیشه یعنی شما نمیتونین این کار رو غلطش انجام بدین حالا بعضی وقت تو دنیا اتفاقا افتاده نه فقط تو ایران ممکن آره. اشتباه بشه ولی اینکه بگیم به عمد انجام نمیشه یا نه. آدم متخصصی بالای اون کار, کار نیست نیست نه یعنی ببین اون پیری و فرسودگی ناوگان کیفیت سرویس رو آورده پایین یعنی صندلی شما اون امکاناتی که درتون میخواد نداره ممکنه تاخیر بخورین ولی لحاظ ایمنی نه میگم همیشه فکر کنید که یه خلبان همیشه همراه شما تو همو هست تا اگر اهمیت دایران. به جان شما نده که به جان خودش آه دیگه اهمیت زمین میده که کنترل نمیکنه بعدم نمیتونید این توجیهو بیارید که نه این عاشق این کاره عاشق که بمیره نه عاشق کار هست ولی عاشق مردن نیست طبیعتن. آقا دمت گرم عجب صحبت باحالی شد امیدوارم به درد بیننده بخوره خیلی من منتظرم که جذاب باشه براشون مخصوصا که خیلی در علاقه من به ایویشن هستم. شک نکن اصلا خودت باخوق به منم خیلی خوش گذشت کنار کامیز عزیزم بعد از مدت‌ها بد قولی که کرده بودم ترسی ما همین گپ و گفتگو من گفت همینجوری هم تو رو هر دفعه می‌بینم به غیر از مصاحبه میشینم. این حرفا با این بنده خدا صبح تا شب که بعد اون تو این حرفا با اینو اون بزنه منم که گیرش میارم ول نمیکنم من عاشق این داستانم دیگه چه کنم دیگه خلاص شما خب یک داست... از علاقمندان حرفه ایه جدی میگی آره. یادم یه روز اول به من گفتی اولین آره. باری که منو دیدی گفتی آره آره گفتی چیه داستانه تو چرا انقدر میدونی آره حالا یه بار جامو عوض میکنی من تو باید بپرسم که تو چرا اینقدر میدونی از این چیزا فرمت برم امیدوارم خوشتون اومده باشه دوباره سعی میکنیم که یه سال دیگه باز دوباره با کاپتان یه برنامه دیگه درست بکنیم و اشغال بکنیم مرسی سامونچو مرسی گامید جان شما گرم خدا نگهدار قربانتو